به مجموعه خبری ساعت ده با من یما سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها: کندکاری و سرپرستی به سبک حکومت وحدت ملی. با گذشت نزدیک به 6 ماه از آغاز حکومت وحدت ملی، هنوز بسیاری از بخش های حکومت با سرپرست اداره می شود. تا امروز ما شاهد تشکیل دولت وحدت ملی با او تعریفی که باید دولت وحدت ملی باشه به اساس شرایط افغانستان مطالب شاهد از اون استیم. اعتراض به سیاست افغانستان و تردید به صداقت پاکستان. حامد کرزی، عطا محمد نور و فضل هادی مسلمیار از روند گفتگوهای صلح انتقاد کردند. در افغانستان حکومت نغواړو چې د پاکستان په چل باندې ونه غولي. در قربانی دادن ها شریک بوده، قدم به قدم با اینا آگاهی داشته باشه و با اینا مشوره سره. رد پای گروگانگیران در ولسوالی های خاک افغان و دایچوپان. رئیس شورای ولایتی زابل میگوید 31 مسافر هزاره را چیچینی ها و ازبک های وابسته به گروه داعش را بودند. دا خلک یه پروسی زبرده ده زیب خبلا دا داعش خلک بولم. و سفر بی پیشینه با هواپیمای خورشیدی بر فراز زمین. به نام خدا و شب شما بخیر. ادامه کار سرپرستان در بسیاری از بخش‌های حکومت حوصله مردم را به سر رسانده است. نمایندگان مجلس و آگاهان سیاسی هشدار می‌دهند که بی‌پروایی حکومت در گماشتن والیان، رؤسا، رئیس دادگاه عالی، دادستان کل و سفیران کشور از اعتبار حکومت نزد مردم خواهد کاست. از کرسی‌های خالی وزارت‌ها تا والیان سرپرست و سفارت‌های بی سفیر، آیا حکومت وحدت ملی در انجام کارخانگیش ناکام بوده است؟ من تا جایی که میشنوام از رهبرای حکومت وحدت ملی همی است که میگه ما یک مقدار وقت زیادتر کار داریم. خیلی خوب، اما تا امروز ما شاهد تشکیل دولت وحدت ملی با او تعریفی که باید دولت وحدت ملی باشه به اساس شرایط افغانستان مطالب شاهد از اون استیم. از ایجاد حکومت وحدت ملی نزدیک به 6 ماه می گذرد. در این 6 ماه کابینه این حکومت کامل نشده است. 31 ولایت والی ندارد. پایتخت شهردار ندارد. بانک مرکزی بی رئیس است. دادگاه عالی و دادستانی کل را سرپرستان اداره می نمایند. و 23 سفارتخانه کشورمان هم بی سفیر هستند. یک حکومت وقتی که تشکیل می شه تمام ارگان ها باید به صورت متوازن و به صورت هماهنگ آغاز به کار بکنه. گفته های وجود دارند که علت اصلی تأخیر در تعیین والیان، سفیران، رئیسان مستقل، رئیس دادگاه عالی و دادستانی کل، چانه‌زنی های دو رهبر حکومت بر سر گماشتن افراد در این مقام هاست. نبود والیان، وزیران، دادستان کل، رئیس دادگاه عالی و رئیسان مستقل روند کارها را در کشور کند ساخته است و نبود سفیران این روند را در نمایندگی های سیاسی در بیرون از کشور با نابسامانی ها روبرو ساخته است. وضعیت فعلی بیشتر از همه برای مردم افغانستان غیر قابل تحمل شده. امروز کار مردم افغانستان نه در محلات و نه در مرکز کشور توسط هیچ اداره راه نمیفته و همه بهانه ها این هست که مسئول اداره مشخص نیست و ادارات، هم ادارات محلی و هم ادارات مرکزی توسط سرپرستان اداره میشه. ارک درباره تعیین سفیران، والیان، شهردار، دادستان کل، رئیس دادگاه عالی و رئیسان مستقل چیزی نمیگوید و اما درباره معرفی نامزد وزیران باقی مانده به مجلس این گونه میگوید: هر کاری که رئیس جمهور انجام میده میخواد به اساس یک اجماع باشه. قبلا هم کابینه به اساس یک اجماع شکل گرفت، پارلمان مسئولیت خود انجام داد و ای بار قسم که رئیس جمهور گفت که بعد از ختم انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه کابینه، اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه معرفی خواهد شدن. دیده شود که رهبران حکومت چه هنگامی به انتظارهای مردم پایان می دهند و کارخانگیشان را که تشکیل کابینه و پایان دادن به سرپرستی در بخش‌های گوناگون حکومت است انجام خواهند داد. اما اینکه چرا کرسی‌های حکومت پس از 6 ماه همچنان
کرسی های مهم حکومتی خالی مانده است. احمد سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، اینجا در استودیو برای بحث بیشتر با ماست. خیلی خوش آمدین آقای سیدی. چرا حکومت واقعا نتونست در نزدیک به 6 ماه حتی کرسی ها و پست های مهم حکومتی را پر بسازد؟ به نام خدا، اون چی که من باور دارم در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری با وجودی که انتخاب رئیس جمهور و رئیس اجرایی، یعنی از نگاه سیاسی رئیس جمهور مشروعیت سیاسی نداره و از نگاه حقوقی رئیس اجرایی جای حقوقی نداره، اما مجبوریت هایی که مردم افغانستان داشتن پذیرفتن و تحمل کردن و نامش هم ماندن طفلی نو تولدی به نام حکومت وحدت ملی که به اثر فشارهای جانکیری صورت گرفت. در روزهای اول همه امیدوار بودند که این حکومت کاری را شاید انجام بده و از گذشته تجربه گرفته شد. متاسفانه در حال حاضر این حکومت که نامش وحدت ملیه که تا هنوز نه وحدتش معلوم است و نه ملیش معلوم است، اما بی کفایت ترین و بی اداره ترین حکومت ثابت شده. حالا با نزدیک 6 ماه کارت به استخوان مردم رسیده، تمام مردم افغانستان، دکاندار روز دکان خود باز میکنه در روپی آید نداره، هزارها نفر بیکار شده از وزارتخانه‌های مربوطه، امنیت خرابتر شده، اعتماد ملی از بین رفته و به خصوص که در این روزا میخواهه که هست و بودی افغانستان یک ولی رئیس جمهور غنی، شما شنیدین در مجلس نمایندگان هنگامی که سخنرانی میکرد در گشایش سال پنجم گفت که تمامی مشکلات مردم را از نزدیک آگاه است و میشنوه و میبینه و کارهای مهمتری را ابتدا انجام میده. خب این مشکلات که وجود داره و حل خواهد شد. بله، شاید گپای مردم بشنوه، ولی وقتی کاری را که آدم عملی نکنی یعنی چی؟ من خدمت شما عرض میکنم در این روزا شخصیت های مطرح کشور، یعنی به حدی رسیدن که صدا بالا کردن. شما استاد عبدالرب رسول سیاف رو میشناسین که در این روزا در گذشته ها هر چه که مردم خوب و بد میگفتن، در این روزا نسل جوان هم او را به نام رهبر میگن هم به نام پدر میگن. مسلمی ها رئیسی مشران جرگه، آقای عطامد نور سرپرست ولایت بلخ امروز صدا خود بلند کردن مردم افغانستان و مردم افغانستان میفهمند که این حکومت غیر از اینکه تمام روز ششته به مردم وعده میده که من این کار میکنم این کار میکنم، هیچ کار رو انجام نده. من خدمت شما بسیار عرض میکنم، ببینین ما تشویش داریم که این حکومت خدای نخواسته هست و بودی افغانستان به دامن پاکستانی ها نریزه، یک بار دیگر ما را مزدور پاکستانی ها نکنه. خب آقای سیدی، در بحث سرپرست ماندن والی ها، وزرا و اینها، چرا حکومت واقعا نتانست این افراد را بگماره و فکر میکنین که مشکل اصلی در کجا است؟ اول ببینین، روزهای اول میگفتن که جناب آقای اشرف غنی متفکر دوم است و اگرچه من متفکر اول و سومش هم تاله نیافتم که کی هست، اما آقای دکتر عبدالله هم در گذشته تجربه وزارت خارجه داشت، در جهات و مقامات بود، یک امیدواری برفت. حالا وزیر سرپرست، والی سرپرست، رئیس سرپرست و بالاخره کار به جای رسیده که پیاده دفتر هم سرپرست. اول همین سرپرست ها خلاف قوانین افغانستانه، درست است؟ دومش مشکل چی است که هر کس سرپرست کوشش میکنه که جیب خود پر کنه، وضعیت امنیتی روز به روز خراب شده میره. من براتون میگم که به این حکومت، یعنی حکومت وحدت ملی، دیگر جایی نمونده. ببینین امروز آقای کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان مجبور شد صدا خود بلند کرد، او تجربه داره، تا 13 سال میدونه که افغانستان در منجلاب بدبختی در حالت غرق شدن است. خب بالا گفتم میشه که اختلاف میان دو طرف بر سر کرسی ها کار را به اینجا کشانده که نتونن از این مشکل سرپرستی عبور بکنن. یک حکومتی که نتونه در 6 ماه کرسی هایش را پر بکنه، خب آیندهش چگونه خواهد بود؟ فقط حالا هر کس به شمول من، احمد، محمود، مردم افغانستان میدانند که این حکومت دیگر کاری را از پیش برده نمیتونه، نمیتونه کابینه بسازه، نمیتونه به ملت خدمت کنه، نمیتونه اقتصاد آماده کنه، خلاص هیچ کاری نمیتونه. حالا دو را چند را مونده؟ یک را مونده که ولی استدلال حکومتی ها چیز دیگر است، میگن این حکومت میتونه و این فرصت تازه است و یک نوبت تازه است، دارن کار میکنن. کسی که نزدیک به 6 ماه کابینه رو ساخته نتونه، ولی ها رو مقرر کرده نتونه، حکومتی که خبر داری رئیس جمهور میگه پیاده های دفترم بیای امروز به مصاحبه کنه تا من مقرر کنم، سرکاتبم بیای امروز به مصاحبه کنه، همه چیز کوشش میکنن که اینا به زیر کورتی خود نگاه کنن. من یک چیز به شما میگم، حال یک راه مونده که همین حکومت
پارلمان افغانستان به زودی بخواه برشان یک هفته دو هفته وقت بده که کار خود جور کنن. اگر نتانستن بعدن ملت تصمیم اول خودی از اینا احترامانه باید کنار برن و بگوین که ما نتانستیم، معذرت بخوان، در غیر از او پارلمان افغانستان، مردم افغانستان تصمیم بگیرن. در غیر از این حکومت کشور در حالت غرق شدن برده، یعنی مردم غرق میشن، نابود میشن، قفلت در شرایط موجود. بعد از این با این حکومت لحاظ کردن و امیدوار بودن که کاری کرده میتونه، من میگم خیانت ملی است. حالا چون این انتظاری از پارلمان میره، خود پارلمان هم عملا زیر سوال است، رفتن به تعطیلات و اصلا بحث کابینه و اینها را جدی نگرفتن. من روزی که آقای قینی پارلمان افتتاح میکرد، رئیس جمهور صحبتایی که جناب آقای ابراهیمی داشت، من صحبتای آقای مسلمیار شنیدم، صحبتای استاد سیاف شنیدم، صحبتای امروز عطا احمد نور شنیدم و اشخاص دیگری را که من شنیدم، من امیدوار شدم که مردمایی که به این وطن دلشان میسوزه، مردمای مطرح، حالا فهمیدن که این حکومت خیلی بی‌کفایت است. من امیدوار هستم که به زودی یک تشکل، یک هماهنگی جور شه و از رئیس جمهوری گذشته سابق گرفته آقای کرزی. ولی آقای سیدی، انتقاد اینجا مطرح است که تمامی این افراد به نحوی در این حکومت شریک هستند. چی شریک هستند؟ مثلا شما میگین من برتون... خب آقای مسلمیار ریاست سنا را دارد، آقای عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ است، آقای احمد کرزی کسی است که هر روز مشوره میده با آقای غنی، اینها که در امین حکومت هستند. من میدانم که هم در حکومت بودن هم انتقاد کردن این چیه. من ظاهرا میبینم که بعض وقتا آقای غنی پیش آقای کرزی میای میگه مشوره گرفتم، شاید آقای کرزی مشوره خوبی بده ولی عمل نمیکنه. من شناختی دارم از آقای کرزی. من کسی هستم که 8 سال آقای کرزی را انتقاد کردم. آقای کرزی نمیخواد مزدوری پاکستان باشه، همین که اساکر ما آقای غنی به پاکستان روان کرده به تعلیم، آقای کرزی راضی نیست. با مصالحه ننگینی که حالا پیش بردم شو، آقای کرزی راضی نیست. من میدانم که راضی نیست ولی آقای غنی میگه ظاهرا من مصلحت کردم ولی در معنی عملی نمیکنه. ولی این افراد، سوال اینجا بود که اینها در این حکومت هستند، در بدنی حکومت بازم دارن انتقاد میکنن، راه حل چی است؟ خب تکلیف مردم چی میشه؟ اینها هم انتقاد میکنن، مردم هم حکومت هم دست روی دست گذاشته کاری نمیکنه. تفکیک وظایف وجود داره، رئیس پارلمان، رئیس سنا، اینا اگر کابینه خود آقای غنی معرفی کنه، چی وقت رئیس پارلمان گفته که تو کابینه خود معرفی نکن؟ این معرفی کرده نمیتونه. شما میدونید که اونا مرجع قانونگذار هستن، درست مرجع قانونگذار هستن، نه مرجع اجرایی. حکومت که اجرات نکنه، بازم تکرار میکنم که به طول تاریخ همچو حکومتی بیکفایتی و بیداری نصیب مردم افغانستان نشده بوده و امیدوار هستم که مردم یک تشکلی را تشکیل بتن و بعد از این حکومت هم آخر گپ می است. این حکومت هم فکر نکنه که مردم افغانستان مزدوری ما هستند. این حکومت باید خود خدمتگار مردم بدانه، نه بادار مردم. سپاسگزار از شما. احمد سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ممنون از حضورتان. شکر. رئیس جمهور پیشین و رئیس مجلس سنا از روند گفتگوهای صلح به شدت انتقاد میکنند. آقای مسلمیار میگوید که پاکستان هنوز هم میکوشد تا در گفتگوهای صلح از فریب و نیرنگ کار بگیرد و رهبران حکومت وحدت ملی باید از این نکته آگاه باشند. در این حال حامد کرزی هشدار میدهد که اگر افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان به فشارهای پاکستان تسلیم شود، این حکومت از هم خواهد پاشید. اما سخنگوی رئیس جمهور میگوید که این گفتگوها با دقت به پیش خواهد رفت و هیچ معامله‌ای در کار نیست. تلاش‌های رهبران حکومت وحدت ملی با آغاز گفتگوهای صلح با طالبان با انتقادهای روبرو شدند. رئیس مجلس سنا هر گونه امتیاز دادن را به پاکستان در گفتگوهای صلح پذیرفتنی نمی‌داند و هشدار می‌دهد که این مجلس در صورت از گفتگوهای صلح پشتیبانی خواهد کرد که به جنگ خونریزی و نیز دسیسه‌های پاکستان در افغانستان پایان داده شود. تمویل داعش د کم زینده داعش زینده تمویل د طالب د کم زینده داعش زینده تمویل د خانه جنگی په افغانستان کې د کم زینده د تنظیم جنگی د کم زینده داعش زینده مونږ په دغه صورت کې د افغانستان حکومت نه غواړو چې د پاکستان په چال باندې ونه غولېږي. ستاسو معلومات بالکل کمزوري دي. په افغانستان کې داعش رهبری هغه څوک چې 15 کاله ګونتنامو کې بند تیر کړو، مسلم دوست نومیږي، عبدالرؤف چې د هلمند کې مړ شو، مولا رؤف دا د طالبانو د قلوردو قمندانو. ساس معلومات کمزوری دی. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در گفتگو با روزنامه گاردین هشدار می‌دهد که کابل در گفتگوهای صلح با طالبان نباید به خواست‌های پاکستان تسلیم شود. هرچند انتظار می‌رفت که دور نخست گفتگوهای صلح در هفته نخست ماه مارچ آغاز شود، اما تا کنون از آغاز این روند خبری نیست. اما حکومت و اعضای شورای عالی صلح به این گفتگوها خوشبین هستند.
نه تنها ما مسئول هستیم که پاسداری بکنیم از دستاوردهای 13 سال اخیر، بلکه به خاطر توسعه او هم باید کار بکنیم. و پالیسی اساسی ما در رابطه به این مسئله قسمی هست که ما نمیگذاریم قیمت صلح بالاتر از قیمت جنگ باشه. سال هاست که صلح و امنیت از مهمترین خواستهای مردم کشور بودند، اما تا کنون تلاش های حکومت ها برای آوردن صلح همیشگی در کشور نتیجه در پی نداشتند. گفتگوهای صلح بدون رایزنی با احزاب سیاسی و شخصیت‌های جهادی افغانستان نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت. سرپرست ولایت بلخ در مراسم یادبود از نخستین سالروز درگذشت مارشال فهیم با ابراز این مطلب می‌گوید که اگر حکومت در گفتگوهای صلح با احزاب سیاسی و جهادی افغانستان رایزنی نکند، صلح در کشور تأمین نخواهد شد. بدون مشوره خصوصا با جمعیت اسلامی صلح معنی ندارد. نکته به نکته، قدم به قدمی که گذاشته میشه، جمعیت و سایر احزاب اسلامی که از ملتش دفاع کرده، در شکست شوروی وقت شریک بوده، در شکست تروریسم و القاعده شریک بوده و در قربانی دادن ها شریک بوده، قدم به قدم با اینا آگاهی داشته باشه و با اینا مشوره صورت بگیره. رئیس شورای ولایتی و بزرگان قوم ولایت زابل میگویند که 31 مسافر هزاره را چیچنی ها و ازبک های وابسته به گروه داعش را بودند. آنان می افزایند که این مسافران را بوده شده در ولسوالی های خاک افغان و دایچوپان ولایت زابل بسر می برند و در مکان های جداگانه به گونه پراگنده زندانی هند. با گذشت 15 روز از ربوده شدن 31 مسافر هزاره در ولایت زابل، هنوز از سرنوشت آنان خبری در دست نیست. بزرگان قوم در ولایت زابل میگویند که این مسافران از سوی چچنیان با ازبکان ربوده شدند که وابسته به گروه داعش هستند. دا خلای پروسیز بجوجیز دا زپ خپل دا داعش خلق بولم نه افغانی طالبان پدی که گارد دی پس دا پښتنه ده چې هغه د طالبانو نمایندگان که په بازار کې دي که په صحرا کې دي هغه را وواړي اغه ولیږي په هغه خلکو سي اغه نمائندگان چې دي په خاک افغان کې هم وظیفه اجرا کړی دي مسلې کړی دي. کم توجهی حکومت برای رهایی این مسافران کاسه صبر رئیس مجلس سنا را نیز لبریز ساخته است. طالب په داعش بدلیږي او یو لابراتوار ورته هلته ناستي کرنل ورته هلته ناستي او په داعش بدلیږي او افغانستان کې نور هم وژنه شروع وي او دغه لکه دا اوس چې یو دېرش نفر زموږ اسیر پاتې دي په زابل کې، دا کور لري، خور لري، مور لري، خنې لري. به نظر میرسد که عملیات نظامیان افغان که از دو روز بدین سو برای رهایی این مسافران در ولایت زابل آغاز شده است تا کنون نتیجه ای نداده است. دولت څومره دا غوښتنه ده چې که عملیات نتیجه نه ورکوي زموږ قومي خلکو ته دغه موضوع وسپاري، زموږ قومي خلک په دې کې رول ادا کړي او کوشش وکړي چې هغه مسافر ورونه را خلاص کړي. پیش از این نمایندگان غزنی در شورای ملی گفتند که این مسافران از سوی ربوده شدگان به چند ولسوالی ناامن غزنی انتقال داده شدند، اما سرپرست ولایت غزنی انتقال این ربوده شدگان را به ولسوالی های ناامن این ولایت رد می کند. در یک حمله انتحاری در شهر لشکرگاه 7 تن کشته شدند و 23 تن دیگر زخم برداشتند. معاون سرپرست ولایت هلمند میگوید که این انفجار شام امروز هنگامی در ناحیه سوم شهر لشکرگاه صورت گرفت که پلیس سرگرم بررسی یک موتر مشکوک بود. در نتیجه این انفجار 7 غیر نظامی کشته شدند و 23 تن دیگر به شمول 4 پلیس زخم برداشتند. تا لحظات دیگر، ساعت‌های چند هزار دلاری شرکت اپل به بازار می‌آید. باز هم خوش آمدید. نخستین هواپیمایی که از خورشید نیرو می‌گیرد پروازش را به دور جهان آغاز کرد. این هواپیما نخستین پروازش را بر فراز شهر ابوظبی امارات متحده عربی آغاز کرده و سپس به عمان و از آنجا به هند رفته است. قرار است این هواپیما پس از پرواز به چین، آمریکا، جنوب اروپا و شمال آفریقا دوباره به ابوظبی برگردد.
روسیه بزرگترین تهدید برای امنیت بریتانیا است. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا میگوید که سازمانهای استخباراتی این کشور با استخدام کردن روسی زبانان تلاشهایشان را برای رویارویی با این تهدید سرعت بخشیدند. فیلیپ هاموند تاکید می‌ورزد که رئیس جمهور روسیه با بکارگیری از سربازان روسی شرق اوکراین را بی‌ثبات می‌کند. شرکت اپل از ساعت‌های هوشمندش در شهر سان فرانسیسکو رونمایی کرد. مدیر اجرایی شرکت اپل میگوید که این ساعت‌های هوشمند میتوانند برای 18 ساعت چارج نگه دارند و بهای هر ساعت از $349 تا $10,000 تعیین شده است. از نخستین محصولات پوشیدنی شرکت اپل به نام ساعت اپل رونمایی شد. با ساعت هوشمند اپل میتوان با آیفون ارتباط برقرار کرد، ایمیل ها و پیام ها را دید، تماس گرفت و تماس دریافت کرد. این ساعت های هوشمند میتوانند به حیث یک همکار شخصی و یک قطب نما نیز فعالیت کنند و وضع صحی کاربر را نشان دهند. ساعت اپل می تواند بسیار غنی و بخش جدانپذیر زندگی تان باشد. این یک ساعت دقیق و قابل تنظیم و یک راه انقلابی تازه برای برقراری تماس با دیگران و نیز یک یار جامعه برای آگاهی درباره صحت است. اپل در کنار رونمایی از ساعت‌های هوشمندش، لپتاپ تازه تولید کرده مکبوک را نیز به نمایش گذاشت. لپتاپی که دارای صفحه نمایش 12 اینچی است و کمتر از 1 کیلوگرم وزن دارد. This is the strongest Mac lineup. این نیرومندترین مکبوک هست که تاکنون ساخته ایم. ما با ابتکارمان و رهبری این صنعت و مهمتر از همه به فراهم ساختن بهترین تجربه برای مشتریانمان ادامه می دهیم. ساعت هوشمند اپل که قرار است از 24 ماه اپریل سال روان میلادی به بازار عرضه شود، نخستین گجت یا ابزارک است که شرکت اپل پس از مرگ استیو جابز مؤسس این شرکت در سال 2011 میلادی ساخته است. تا لحظات دیگر، بیخبری وزارت صحت از روغن‌های بی‌کیفیت. باز هم خوش آمدید. و وزارت صحت آمد درباره معیاری بودن و کیفیت روغن‌های تولید شده در کشور اطلاعات دقیق ندارد. مسئولان این وزارت میگویند از اینکه تا اکنون شکایتی درباره غیر معیاری بودن و غیر بهداشتی بودن روغن‌های تولید شده به این وزارت نرسیده، این وزارت درباره کیفیت تولیدات کارخانه‌های تولید روغن خوراکی اطلاعات دقیقی ندارد. اما شماری از باشندگان پایتخت با انتقاد از وزارت صحت میگویند که روغن‌های تولید شده در کشور غیر بهداشتی و کم کیفیتند. تولید میشه، اینا وقتی که در ساق مسئله نگهداشت شما یک موضوع است، میشه امکان داره بعد از او که چک شده و مشکل ایجاد کرده باشه، یعنی موضوع است که باید او قسمت شواهد جمع آوری شود و گفته شود که این روغن درست است یا نیست. تو مشخصا در قسمت مواد غذایی گفته نمیتونیم به صورت کل یا خوب است یا خراب است. و نگاهی دیگر به چند خبر. با گذشت نزدیک به 6 ماه از آغاز حکومت وحدت ملی، هنوز بسیاری از بخش های حکومت با سرپرست اداره می شوند. حامد کرزی، عطا محمد نور و فضل هادی مسلمیار از روند گفتگوهای سال انتقاد کردند. و شرکت اپل از ساعت‌های هوشمند چند هزار دلاریش رونمایی کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.